برای بافت پای این عروسک من میام یک حلقه جادویی ایجاد میکنم و داخل این حلقه جادویی رو با 6 تا پای کوتاه پر میکنم. 1, 2, 3, 4, 5 و 6. نخم رو میکشم، میان کار رو به انتهای کار رو به ابتدای کار پایه کوتاه میزنم. اینجا رو هم میخوام بست و یا اینکه تک زنجیره نزنم. میام داخل هر کدوم از این پایه ها و دو تا پایه کوتاه میبافم، یعنی داخل هر پایه دو تا پایه کوتاه. 6 تا پایه کوتاه بافته بودم تو رجه یک، پس این قسمت 12 تا پایه کوتاه باید ببافم. پس تا انتها داخل هر کدوم دوتا میبافم. خب من به انتهای رج رسیدم. برای آغاز رج 3 1 پایه کوتاه میبافم. مارکرم رو میذارم که رجم رو گم نکنم. این پایه اولی رو تکی، پایه دوم رو دوتا میبافم. 1 و 2. دوباره پایه بعدی به صورت ساده تکی، پایه بعدی دوتا. دوباره یه دونه پایه تکی، در بعدی دوتا. تا انتها همین کار رو انجام میدم. به انتهای کار رسیدم. میام این قسمت و در انتها با دو تا پایه داخل یک پایه به اتمام میرسم. میرسم برای رج 4. این بار میام دو تا دونه میبافم به صورت ساده. مارکرم رو میذارم. و داخل بعدی دوتا میبافم. 1 و 2. دوباره داخل بعدی و بعدی دوتا پایه تکی و داخل بعدی دوتا پایه داخل یه دونه. دوباره یه پایه تکی، دو پایه تکی و داخل بعدی دوتا پایه کوتاه میبافم و تا انتها همین کار رو تکرار میکنم. به انتهای رج رسیدم. دوتا پایه تکیم رو بافتم. داخل آخرین پایه دوتا پایه کوتاه میزنم. کار به این شکل در میاد. میام رج 5 میخوام دیواره رو ببافم. پس از بین این دوتا گندمی که داره، یعنی بک لوپ و فرانت لوپ، من قسمت بک لوپ رو میگیرم و پایه کوتاهم رو میبافم. دوباره مارکر رو میذارم. میام دوباره این قسمت و پشتی رو میبافم. روی هر کدوم یک پایه کوتاه. به این صورت دیوارش شکل میگیره. در رج 6 برای جمع کردن جلوی کفشمون من میام 8 پایه کوتاه میبافم. این میشه اولیش، دو،
سه چهار پنج شش هفت و هشت. از این قسمت چهار تا کم می کنم. این یک دو سه و چهار. چهار تا برای جلو کم می کنم و دوباره هشت تا پایه کوتاه می بافم. یک دو سه چهار پنج شش هفت و هشت. برای رج هفتم من میام شش تا پایه می بافم. شش تا پایه کوتاه بافته میشه. یک دو سه چهار پنج شش. دوباره از این قسمت چهار تا کم میشه. یک دو سه و چهار. شیشتای بعدی رو پایه کوتاه تکی میزنم. ببینید من با اون دورج کم کردن که یه بار هشتا این قسمت بود، هشتا این قسمت، چهارتا رو اینجا کم کردم، بعد شد شیشتا شیشتا چهارتا این وسط و جلوی کفش این جوکر ما شکل گرفت. نخ میذاریم این داخل. برای رج هشت فقط پایه کوتاه روی هر کدوم از پایه ها میزنم و در این رج تعداد دونه های من 16 تاست. یعنی با اون دوبار کم کردن تعداد دونه های من به 16 تا پایه کوتاه میرسه. پس روی هر پایه یه پایه. رسیدم به انتها. میخوام نخم رو عوض بکنم، با نخ قرمز شروع بکنم. کار من با نخ قهوه‌ای تموم شده، پس دونه آخر رو دیگه تا انتها نمیبافم. میام با نخ قرمز به این شکل میگیرم. برای رج 9 من باید بک لوب ببافم، یعنی داخل این دوتا پشتی رو می بافم، این کاری که برای دیواره انجام دادم. فقط قسمت پشت پایه کوتاه رو می بافم. به این حالت تا انتهای کار و دیگه با نخ قهوه‌ای ما کاری نداریم. پس فقط این قسمت از بین این دوتا پشتی رو میگیرم و میبافم تا انتها. رسیدم به انتهای رج. رج 10 تا 15 رو بدون هیچ کم و زیادی فقط پایه ها رو می بافم.
یعنی ساده بافی میکنم. از رج 10 تا 15 آخر رج 15. به همین صورت فقط روی هر پایه من یک پایه میزنم. پس تا انتهای رج 15 ساده بافی رو انجام میدم. خب من داخلش رو با الیاف پر کردم به این حالت. در رج 16 من میام 6 تا پایه کوتاه میبافم. 1, 2, 3, 4, 5 و 6. 3 تا زنجیره میزنم. 1, 2 و 3. میام از این قسمت 3 تا میشمرم. 1, 2, 3. این قسمت میشه ابتدای کارم و یک پایه کوتاه میزنم و با مارکر میچسبونم. میام ادامه کار. روی هر کدوم در این رج 16 یک پایه کوتاه دور تا دور میبافم به این حالت. دور تا دور بافته میشه. من به همین صورت ادامه میدم. خب میرسم به این قسمت. اینجا رو هم به این صورت میبافم. میرسم به این سه تا زنجیرم. ما در این رج 16 تعداد دونه هایی رو که باید ببافیم 38 تا، یعنی 38 تا پایه کوتاه باید بافته شه. به این صورت تا انتها میبافم. خب این قسمت هم به این صورت بافته میشه که برسم به انتهای کار. این رج تموم شد. رج 17 و 18 رو بدون هیچ کم و زیادی فقط روی هر کدوم یک پایه کوتاه میزنم. یعنی 38 دونم رو فقط میبافم. به این حالت رج 17 و 18. فقط روی هر پایه یک پایه کوتاه، در واقع ساده بافی هستش. این رو تا انتها دو رج انجام میدم. برای رج 19 میام 17 تا پایه کوتاه میبافم. 1، مارکر رو میذارم. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 و 17.
17 تا پایه کوتاه که بافتم میام یه دونه دو تا یکی میکنم. دوباره پایه های کوتاه بعدی رو میبافم تا انتها.